درگیری طالبان و نیروهای پاکستانی در تورخم، نیروهای تازه نفس طالبان به ساحه اعزام شدند. همچنان درگیری در تورخم، طالبان، یک زن و دو کودک کشته شدند. تفنگداران ناشناس یک زن را در نورستان برک بار بستند. 15 اگست، طالبان و دوکانداران در خوست، اگر پرچم ما را نصب نکنید، مجازات خواهید شد. طالبان در یک سال گذشته قرارداد بازسازی حدود 1000 کیلومتر سرک امضا شده است و حملات در بلوچستان پاکستان نو کشته بر جای گذاشت. سلام دوستان، به مجموعه مهمی این کانال خوش آمدید. تفنگداران ناشناس یک زن را در نورستان برک بار بستند. منابع محلی در نورستان گفتند که تفنگداران ناشناس یک زن را که مصروف کار در مزرعه‌اش بوده با ضرب گلوله به قتل رساندند. منابع به روزنامه 8 صبح گفتند که این زن روز دوشنبه 22 اسد در روستای چرتاس از مربوطات شهر پارون مرکز نورستان به قتل رسیده است. به گفته منابع هنوز انگیزه قتل این زن مشخص نشده است. منابع می افزایند که تفنگداران پس از رویداد از ساحه فرار کردند. مسئولان محلی طالبان در نورستان تا اکنون در این مورد چیز نگفتند. 15 اگست، طالبان و دوکانداران در خوست، اگر پرچم ما را نصب نکنید مجازات خواهید شد. طالبان و دوکانداران در خوست هشدار دادند که اگر به مناسبت 30 سالگرد فروپاشی نظام جمهوریت پرچم سفید رنگ این گروه را بالای دوکانهایشان نصب نکنند مجازات خواهند شد. منابع روز سه‌شنبه 23 اسد به روزنامه 8 صبح گفتند که طالبان این هشدار را پس از تهدید رسانه‌های این ولایت به مردم صادر کردند. یکی از این دوکانداران میگوید کار نیست، ما تمام روز نشسته ایم به این امید که مشتری‌های خوب بیایند. طالبان ما را هم مجبور می‌کنند که پرچمشان را نصب کنیم و این روز یعنی 24 اسد را جشن بگیریم. برخی از دوکانداران در شهر خوست این دستور طالبان را در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند ناعادلانه خواندند. بیشتر مسئولان محلی طالبان در خوست به رسانه‌های این ولایت دستور دادند که نشرات خود را به مناسبت روز سقوط افغانستان به دست این گروه اختصاص کنند. طالبان همچنان به باشندگان این ولایت گفتند که 24 اسد 30 سالگرد سقوط نظام جمهوریت را با اشتیاق کامل جشن بگیرند. گفتنی است که طالبان فردا چهارشنبه 24 اسد را به مناسبت سلطه دوباره این گروه بر افغانستان و رخصتی عمومی اعلام کردند. درگیری طالبان و نیروهای پاکستانی در تورخم، نیروهای تازه نفس طالبان به ساحه اعزام شدند. منابع محلی در ننگرهار گفتند که طالبان و نیروهای پاکستانی در نزدیکی گذرگاه تورخم با هم درگیر شدند. منابع گفتند که این درگیری حوالی ساعت 4 پس از چاشت روز دوشنبه 22 اسد در شهرک تورخم رخ داده است. منابع افزودند که دو طرف از اسلحه‌های سبک و سنگین علیه یکدیگر استفاده و طالبان اکنون نیروهای تازه نفس خود را از ننگرهار به ساحه اعزام کردند. منابع تصریح کردند که این درگیری زمان رخ داده است که طالبان می‌خواستند در نقطه صفری شهرک تورخم یک بازگاه امنیتی بسازند. منابع اضافه کردند که وضعیت در این منطقه عادی نیست و مسافران، تاجران و دوکانداران منطقه را ترک کردند. از تلفات احتمالی این رویداد تا اکنون جزئیات در دست نیست. درگیری در تورخم، طالبان، یک زن و دو کودک کشته شدند. عبدالمتین خانه سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان با تایید درگیری میان جنگجویان این گروه و مرزبانان پاکستانی میگوید که در این درگیری سه شهروند کشور به شمول یک زن و دو کودک کشته شدند. خانه دوشنبه شب 22 اسد در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که نظامیان پاکستانی خانه های مردم را در منطقه غورکی تورخم هدف حملات راکتی قرار دادند. با گفته وی این درگیری روز گذشته پس از حمله مرزبانان پاکستانی بر پاسگاه‌های مرزی طالبان در شهرک تورخم آغاز شده است. پیشتر منابع به روزنامه 8 صبح گفتند که در پی اصابت یک راکت پرتاب شده از سوی نیروهای پاکستانی بر یک خانه، 4 عضو یک خانواده کشته شدند. سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان افزوده که در حمله متقابل جنگجویان این گروه دو پاسگاه مرزی نظامیان پاکستانی از بین رفته است.
طالبان تا یک سال گذشته قرارداد بازسازی حدود 1000 کیلومتر سرک امضا شده است. مقام های وزارت فواید عامه طالبان می گوید که تا یک سال گذشته قرارداد بازسازی حدود 1000 کیلومتر سرک امضا شده است و بازسازی شاهراه کابل قندهار همکنون جریان دارد. مقام های وزارت فواید عامه طالبان این اظهارات را روز دوشنبه 22 اسد در برنامه گزارش دهی کارکردهای یک ساله اداره های این گروه در مرکز اطلاعات رسانه ها بیان کردند. آنان مدعی شدند که تا یک سال اخیر از رهگذر تطبیق پروژه های انکشافی و زیربنایی در کشور به گونه مستقیم فرصت های شغلی برای بیش از 15,000 تن فراهم شده است. بر اساس معلومات آنان، بازسازی اساسی شاهراه سالنگ به طول 8 کیلومتر، شاهراه قندهار اروزگان به طول 108 کیلومتر، سرک تیرینکو دهنود به طول 50 کیلومتر، سرک معروف عرقستان به طول 80 کیلومتر زیر کار این وزارت می باشد. به گفته مقام های این وزارت، قرارداد فاز اول قطعه چهارم خواف هرات و پروژه ترمیمات اساسی بخش های ریلی و غیر ریلی حیرتان و مزار شریف امضا شده و کار فاز دوم قطعه چهارم خواف هرات نیز در اولویت قرار دارد. وزارت فواید عامه طالبان روز گذشته نیز اعلام کرده بود که شاهراه سالنگ از اول ماه سنبله برای موترهای باربری و مسافری بری بزرگ مسدود خواهد شد. حملات در بلوچستان پاکستان 9 کشته بر جای گذاشت. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که در 3 حمله جداگانه در ایالت بلوچستان این کشور دست کم 9 تن از جمله یک مامور ارشد حکومت کشته و شماری نیز زخمی شدند. روزنامه دان پاکستان امروز سه‌شنبه 23 اسد گزارش داده است که معاون کمیته منطقه پنکور بلوچستان در تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. بر اساس گزارش روزنامه دان، افراد مسلح ناشناس روز گذشته بر موتر حامل زاکر حسین بلوچ در مسیر کروچی کویته تیراندازی کردند. در این تیراندازی شهردار این منطقه هم به شدت زخمی شد. در همین حال، این روزنامه از کشتن 8 تن از جمله یک زن در نایه سلطاوان شهر کویته خبر داده است. بر اساس گزارش این روزنامه، این افراد در حمله افراد مسلح موتورسیکل سوار با نارنجک بر یک موتر پلیس کشته شدند. در سیومین رویداد، افراد موتورسیکل سوار در نایه سرآب شهر کویته با نارنجک بر یک موتر حامل دانشجویان یک کالج دخترانه حمله کردند. تلفات احتمالی این رویداد گزارش نشده است. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. سپاس که تا اینم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.